این کارا رو میکنه و هزار مسئله دیگه، از جوانی یک توده ای بوده و در تمام مراحل میشینه در یه مصاحبه میگه ما تو دبیرستان بودیم پرچم ما اصلا شیر خورشید نداشت، فقط سه رنگ ساده. چجوری با تو صحبت؟ تلویزیون پاس از کجا پول آورد؟ هاتبرد گرفت. شما هاتبرد باید بگیرید، باید یه دیپازیت بدید، اولو بدید، این خودش نزدیک 100,000 دلار پول. از کجا میاد این پول؟ انبار آقای مدد چهرام مایون از کجا اومدی؟ این جنس ها که چجوری میریزه اونجا؟ آقا من تو آمریکا نزدیک به 36,000 سال زندگی کردم. شما یک دونه خودکارتو بخوای دوتا بکنی باید پلان داشته باشی، باید برنامه داشته باشی. تو نمیتونی یه دفعه از یک دونه استیدیوی 2500 سکورفیتی بری تو 40,000 سکورفیت و این همه بریز و به پاچ و بغلی خودش مایی 250,000 دلار خرجش. از کجا میاد؟ چه سهمی آقای سازگارا و نوری زاده دارن به اون تلویزیون میدن؟ 30,000 دلار، 40,000 دلار، 50,000 دلار در ما؟ خب این همه حساب کتاب داره. من دیگه تو قلب جریانم. میخواهید یا نمیخواهید که ما بمانیم؟ ما تنها رسانه‌ای هستیم، به جرأت خدمتون میگم، که خواهان براندازی و سرنگونی این رژیمی و داریم باش میچک. همه تون میدونید ما رسانه‌ای نیستیم که یک روز آقای دوست نازنین من آقای پرویز قاضی سعید بیاد بگه اصلا ما برانداز نیستیم، ما دنبال براندازی نیستیم، ما یه رسانه‌ای، ما به این کارا کاری نداریم. بعد یه دفعه تفسیرها مثلا بعد از این که دیگه پروژه موسوی رو این تلویزیون له و لوردش میکنه، تو تابوتش میکنه، تمام بازی ها عوض میشه. داریوش و همایونی که یک سال تمام این چماق موسوی و حسین میر حسین رو تو سر ما میزد، رادیو اسرائیل میزد، این میزد، یه دفعه تموم شد، همه عوض شد، همه برگشت شد، همه تموم شد. چرا؟ چون این رسانه محکم ایستاد. نذاش این پروژه طولانی بشه، نذاش این پروژه به این به واقعیت بپیونده و مثلا موسوی رو بردارن بذارن جای احمدی نژاد. چون ما اعتقاد داریم این رژیم در زمان همین احمدی نژاد باید کارش تموم بشه. هموطنان بسیار نازنین، ما 20,000 دلار پول امروز باید جمع کنیم، 10,000 دلار 7,000 خورده فرد. یک هموطن بسیار نازنینی که از روزهای اول این تلویزیون رو یاری کرده، همیاری کرده، یک زن و شوهر نازنین وطن پرست بسیار متشخص، بسیار نازنین، منوچهر و نسرین عزیزم، در این دو سه روزی که من در منزل بودم که سالت داشتم، دو سه بار منوچهر به من زنگ زد، گفتش که بارها شده ما هموطنان، ما کارمون الان به جایی رسیده که دریافتی های ما از مردم در طول 30 روز به یه چیزی بین 18,000 تا 20,000 دلار 25,000 دلار میرسه، یعنی نصف شده به خاطر مسائل اقتصادی. یعنی ما 30,000 دلار کم میاریم و هی من باید بیشینم در اوکیژن های مختلفی 30,000 تا 35,000 دلار رو جمعش بکنم. الان 5-6 ماه اینطوری شده و در طول 5-6 ماه گذشته 3-4 نفر خانم رزمان هستن، دوست و هم مبارز نازنینمون آلبرت عزیز از جزایر قراری و به اصطلاح مهره اصلی و بزرگ شاخصی که ما رو نگه داشته در شرایط بحرانی، منوچهر و نسرین عزیز من بوده، دیروز به من زنگ زد گفت سعید جان برای این که ما بتوانیم این 26,000 دلار رو بدیم، من 10,000 دلار میدم، در صورتی که نه اینکه بخواد برای ما چیز بذاره، با یعنی کاندیشن بذاره، بالای 100,000 دلار در طول این یک سال گذشته پرداخت کرده برای تلویزیون آنتر، گاهی وقتا مستقیما خودش بود ترانسفر کرده به ساتلایت،
گفت من $10,000 میریزم به حساب روز دوشنبه صبح که $25,000 من $20,000 گذاشتم مردم پول بریزن. و گفت این بار اگر نریزن نمیدم. چرا؟ چون ما لیاقت داشتن این تلویزیون رو نداریم. گفت ما خودش رو اینکلود کرد که به شماها توهین نشه. خب آلبرت نسرین منوچهر رضوان نمیدونم چند تا دکتر هستن، هموطنان نازنین من هستن، هموطنان بسیار خوب دیگری هستن، آقای مدیرپور هستش، حضورتون عرض کنم چندین هموطن دیگه هستن که بین 500 و $1,000 برای ما میفرستن. اینها بودن که این رو نگه داشتن. بسیاری از شماها فقط بیننده بودید، بسیاری از شماها گفتین حالا که میدن اونا ما میشینیم نگاه میکنیم. کار به جایی میرسه که منوچه دوست نازنین ندیده من، من نسرین نازنین، این بانو نازنین من میگن آقای سکوی تو داری خودتو میکشی برای چی؟ همسر خیلی مشکله تو هر روز نیای اینجا بشینی شب فکر کنی که یه شالاتان بازی جدید بیاده کنی، یک ساعت از رضاشاه کبیر هی بگی من طرفدار پادشاهی و سلطنت و این حرفام نیستم، ولی یک ساعت حرف بزنی از رضاشاه که هر ننه قمری، هر بی سوادی، هر ابلهی، هر فهیمی، هر اندیشمندی، هر آدمی که مغز داشته باشه میدونه رضاشاه در تاریخ 2500 ساله کشور ما اگر از کوروش کبیر بیشتر کار برای ایران نکرد کمتر نکرد. یه ساعت یه ساعت و ربع حرف بزنی بعد سیاه‌بازی کنی، یه دفعه سکه از رضاشاه کبیر درست بکنی، باز سه تا کتاب وزارت ارشاد که نوشته بیاری بزنی بگی اینا رو میخوام بفروش. خب من نمیتونم این کارو، من اصلا با جنس فروشی با کاسبی مخالف. من حتی این کتاب شاهزاده علازد شاهزاده رضا پهلوی، آقای رضا پهلوی روی این میزه، این دیویدیو شهبانو و شاهزاده رو میزه، این کتاب کورش مردی که سبز بود چه زحمتی کشید سرهنگ بزین این رو رفت دریه کرد درست کرد اوورد اینجا گذاشت. مثلا راجعش نمیخوام حرف بزنم. من چه تبلیغی باید برای کتاب نماد و سمبول آزادی ایران بکنم؟ همه تون باید برید تو کتاب خونه بخریدش. من خجالت میگه اصلا شرماوره. من میخوام کتاب مثلا شاهزاده رو بفروشم. مگه آدم از یک سیستم، از یک تفکر، از یک سامانه، از یک دودمان، از یک سلسله کاسبی میکنه؟ مگه اگر بهش اعتقاد داشته باشه، حالا نداشته باشه چرا میکنه؟ شما هیچ فکر کردید چرا تلویزیون پارس 70 تا 80 تا 60 تا آگهی داره؟ در عوض تلویزیون کانال یک وقتی میادیم و 40,000 اسکوئر فیت میشه یه انبار بهش میدن با 10-15 میلیون دلار جنس. آقا میگید آقا حرف نزنیم، آقا کاری نکنیم. نمیزنیم، کاری نداریم. ما به فکر خودمونیم. الان ما الان $10,000 منوچهر و نسرین نازنین ماه گذشته $15,000 مستقیما به ستلایت فرستادن، ولی این دفعه اومده میگه عزیز من این کار صحیح نیست که منو مدیر پور و رزمان و رفیق من تو جزایر قناری آلبرت عزیزم و 4-5 نفر بیان بار 10,000 نفر که این برنامه رو میبینن بگیرن. درسته $2,000 نفر $5 $2 $20 $30 $50 دارن میدن، همه اینا رو هم میذاری در 5-6 ماه گذشته میشه $17,000. یعنی $17,000 ماکسیمم $20,000
پول حقوق بچه های اتاق فرمان، آب، برق، تلفن، فایبر، نمیدونم هزار بیل دیگه ای که ما داریم نمیشه، چه برسه دیگه به پول آنته. یا باید خودفروخته باشی، یا باید جیرخوار رژیم باشی، یا باید